در سال 88 فتنه‌ای که رخ داد، بعضی از این اهالی سینما و هنر اینها موضع داشتن دیگه، یعنی بالاخره براشون یک سوالاتی مطرح شده بود. حالا البته مراتب داشت، همه یکسان نبود. بعضیا خب بالاخره به خاطر عواطف و احساساتی که داشتن، تحت تاثیر القاعاتی که انجام میشد چه در داخل چه در خارج از کشور اینها ارتباط داشتن، براشون مسائلی پیش اومد و موضع گرفتن. اصلا بحث وزارت ارشاد یا مثلا بحث سینمایی هم نبود، یعنی فراتر از این بود. با اصل نظام اینها بعضیاشون مسئله پیدا کرده بودن، بعضی هم البته با دولت، یعنی با دولت آقای احمدی نژاد، حالا چه نهم چه دهم، اینها مسئله داشتن و حتی حاضر به همکاری هم نبودن. وگرنه بحثی که ما داشتیم در حوزه های مختلف، در جذب نخبگان، نویسندگان، شاعران، هنرمندان، اهالی تئاتر، موسیقی، این بود که ما جذب حداکثری داشته باشیم. حتی بعضی از اینا که در فتنه بازداشت شده بودند یا احضار شده بودند، باز در بعضی از جشنواره‌ها به اینها جایزه هم دادن. یعنی گفتن نظام نمیخواد شما رو منع کنه از فعالیت. مثلا من یادم هست یک خانم عکاسی، ایشون رو یک درجه هنری ارشاد میخواست بهش بده اینها. خب ما هم که بالاخره تمام ریز جزئیات همه امور که نباید انتظار داشت یک مسئول اجرایی در جریان جزئیات باشه، اینها این خانم قبل از اینکه اصلا بهش اون حکمش صادر بشه، اون درجه هنری بهش داده بشه، خودشون اطلاعی داد که انگار اصلا ما این نظام رو قبول نداریم که حالا بیایم بخوایم جایزه‌شو بگیریم، بخوایم درجه هنریشو دریافت کنیم. خب تا این حد بالاخره جسارت وجود داشت. شما چه انتظاری دارید که ما بخوایم مثلا چنین فردی رو جذبش کنیم؟ بالاخره ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم، اما اونها خودشون موضع داشتن. بعضیا در جشنواره شرکت میکردن، جایزه شون رو میگرفتن، بعد جایزه رو همون روز سن قرار میدادن میرفتن دیگه. یعنی به عنوان اعتراض که ما مثلا حرف داریم، انتقاد داریم، اشکال داریم، اعتراض داریم، یه بحث اینجوری بود. ولی خب ما واقعا سعی کردیم که این فضا آرام بشه، یعنی که همه اونهایی که اهل کار بودن، ولی اون که در یک مقطعی تندروی کردن، حرکات رادیکالی از خودشون نشون دادن، حتی رفتن در خارج از کشور یا داخل مصاحبه های تند و تیزی کرده بودن، ما بنابراین بود که به هر حال یک جذب حداکثری داشته باشیم. بله اگر کسی معلوم شد که معاند هست، که نظام نمیتونه در مقابل یک فرد معاند و برانداز بدون بی‌تفاوت باشه و هیچ عکس العملی نشون نده.